بارش های خوب بهار امسال نوید بخش برداشتی پرثمر برای کشاورزان، مثل همین مزرعی کلزا که حالا در منطقه گرمسیری سرپل ذهاب گل داده و کشاورزان هم خوشحال به خاطر این برکت زمین. 4 ساله که کشت گلزار که من خیلی رضایت داریم. کلزا سومین گیاه روغنی مهم دنیاست که از اون به عنوان نقطه استقل طرحی افزایش تولید دانه روغنی نام میبرن. این محصول علاوه بر این که حاصل خیزی خاک را به دنبال داره و خیلی از آفات و بیماری های گندم را هضم میکنه، پشت سر این 20% افزایش تولید برای مسئول گندم سال بعد داره. بیش از 4700 هکتار از مزارع استان کرمانشاه کشت دانه روغنی کلزا انجام شد. اگه امسال کلزا در مزرعه ها خوب جواب داده به خاطر بذرشی که فرانسویه. در راستای انتقال دانش فنی و تکنولوژی تولید کلزا، ارقام هیبرید فرانسوی وارد کشور شده و خوشبختانه این ارقام در داخل کشور هم در حال تولید هستند. خانم سندرین لگوس میگه مزرعه ها بی نظیره و ایران امروز در جایگاه بین المللی در توسعه و انتقال تکنولوژی کلزا قرار گرفته. نسبت به گندم پولیش به طریقه در هکتار مثلا اگر این با 4 تومن گندم برداشت بکنیم شاید کلزا 5 تومن برداشت. برای افزایش 20-30% کلزا کشاورزان میتونن از کلونی های زنبور عسل در حاشیه مزرعه هاشون استفاده کنن. سازمان جهادی کشاورزی هم همین امکانات لازم رو برای خدمت به کشاورزان به کار گرفته. به وقت فیمان رسید هم کودن اختیارمان هم سمن اختیارمان. بیمه کلزار را به صورت رایگان برای کشاورزان انجام دهیم و در سالهای آینده کمک های خیلی خوبی را به کشاورزان خواهیم. اگه زمین آبی دارید، شهریورما بهترین فرصت برای کشت کلزاست. کلزا علاوه بر این که باعث ارتقاء ضریب خود اتکایی تولید روغن کشور میشه، باعث میشه که بسیاری از آفات، بیماری ها و علف های هرز با قرار دادن کلزا در تناوب این مشکل هم برطرف میشه. 4700 هکتار سطح زیر کشت کلزا در استان کرمانشاه است که کشاورزان سخت کوش مناطق گرمسیری تا 15 روز آینده این محصول استراتژیک رو برداشت و روانی کارخانجات روغنکشی میکنه.